چون سازم رسید. دین او مای گاد عزیزم، آخ جون. فکر کردم میتونن حق منو بخورن. الو، سلام علیکم، هارمکان اندی؟ آقا چه وضعشه؟ این همه ما پول دادیم ساز خراب برای ما فرستادیم، یعنی چی؟ من پس میفرستم پولم رو میگیرم. سلام، محمد نور محمد هستم، تکنسین شرکت سیده. اگر شما نمیتونه از سازتون صدای خوبی بگیرین، دلیل بر این نیست که سازتون خرابه. تمام سازهایی که برای شما ارسال میشه توی مجموعه اول چک میشه، سرویس اولیه میشه و بعد برای شما ارسال میشه. هر گونه فشاری به گلو، فک، زبان، طریقه نفسگیری، دیافراگم، سینه، طریقه قرارگیری دهان روی سوراخ، زاویه ساز، اینا توی صداگیری از ساز تأثیر داره. این همون سازیه که براتون تست کردم و صداش در نیومد. بازم تست میکنیم. بعضیا میگن که ما قبلا سازای کیومی، سوان، گلدن کاپ داشتیم، اونا که ضعیفتر و به درد نخورتر بودن، پس چرا ما صداشون رو میتونستیم در بیاریم؟ سوراخ 1 2 3 11 12 اوکی بوده. اونا سازای استانداردی نیستن، برای همین شما میتونستید راحت صداشو در بیارید، احتیاج به هیچ تکنیک و مهارتی هم ندارن. علاوه بر این که صداشو میتونید در بیارین، عضلات فک، زبان و طریقه صحیح ساز زدن شما رو به هم میریزن، گوش شما رو خراب میکنن، برای اینکه نوت دقیق و کوکی به شما نمیدن. هر چقدر ساز گرونتر باشه، مثلا سوزوکی جی 48 حدودا 1000 دلار و ایستاپی که تست کردیم زیر 100 دلار، هر چقدر ساز میاد بالاتر، تکنیک و مهارت بیشتری شما احتیاج دارین صدای خوبی بگیرید. بریم تستش کنیم. میخوام صدای بدی بگیرم. پس فکر نکنید اگر که سازتون بهتر و بهتر بشه نوازندگی شما بهتر میشه. ابتدا باید یک ساز استاندارد داشته باشین و بعد شروع کنید تکنیک و مهارتتون روش ببرین بالا. وقتی تکنیک و مهارتتون رفت بالاتر، شما میتونید سازهای بهتر بگیرین و صدای بهتر با رنگ صدای بهتری داشته باشین. در کلیپ های بعدی آموزش صداگیری از اکتاب اول، سوم و حالا کل ساز رو بیشتر براتون توضیح میدم. این کلیپ رو براتون گرفتم که بدونید سازی که به دستتون میرسه 100% سالمه. قبل از اینکه به شما برسه این ساز چک میشه. موفق باشید.